گزارش های سازمان ملل نشان می‌دهد که در نه ماه اخیر از دور جدیدی که از جنگ در سودان می‌گذرد، این کشور را به ویرانه تبدیل کرده است. سازمان ملل می‌گوید با گذشت نه ماه از جنگ‌های خونین، نزدیک به هشت میلیون نفر در سودان خانه‌های خود را ترک کردند و خواستار حمایت فوری بیشتر برای مقابله با بحران شدند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان این رقم را نگران کننده این رقم نگران کننده را روز چهارشنبه در حالی گزارش داد که کمیسر عالی فیلیپو گراندی در پایان سفر خود به اتیوپی که بسیاری از آوارگان به آنجا گریختند گفت که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با کمبود مزمن بودجه مورد نیاز مواجه است از آوریل 2023 بیش از 100 هزار نفر از سودان وارد اتیوپی شدند که شامل نزدیک به 47 هزار پناهجوی می شوند. این در حالی است که حدود 50 هزار پناهجوی سودانی قبلا در این کشور اقامت گزیده بودند. گراندی ضمن بازرسی از تلاش دولت اتیوپی و کمیساریه عالی پناهندگان سازمان ملل برای کمک به این پناهجویان خواستار حمایت فوری و افزون بر بودجه معمول برای رفع نیازهای آنان شد پنج کشور همسایه دیگر نیز تعداد زیادی از پناهجویان سودانی را پذیرفتند بیش از نیم میلیون نفر از آوریل به چاد گریختند و به طور متوسط روزانه 1500 نفر وارد سودان جنوبی می شوند. در آخرین موج خشونت جنگ های 20 ساله در این کشور باعث شده است که نزدیک به نیمی از 49 میلیون نفر شهرمند سودانی به کمک نیاز داشته باشند. سازمان ملل در گزارش سازمان ملل گزارش می‌دهد که تا پایان سال 2023 ۱۲ هزار نفر کشته شدند اما گمان می‌رود تعداد واقعی کشته‌ها بیشتر باشد گفتنی است که نهادهای بین المللی و نیروهای حافظ صلح در دو دهه گذشته برای مهار خشونت در این کشور تلاش فراوانی کردند